چهارشنبه سوری. خب من پارسال بدون هیچ آمادگی رفته بودم، چه میدونم اصلش چه جوریه. قبلا هم با عمه و دایی و خاله دور یه آتیشی جمع میشدیم، یه زردی من از تو میخوندیم. نهایت دراماش هم این بود که اصغر آقا شوهر خاله وسطی هم میومد از رو آتیش بپره که همچین از وسط یا رسم بود یه قاشق و یه کاسه میگرفتیم دستمون، یه چادری هم میکردیم سرمون، میرفتیم در خونه مردم به هوای آجیل و شیرین قاشق میزدیم. خواستیم مراسم رو به جا بیاریم، فال فالگوش میگرفتیم. اینطوری که نیت میکردیم بعد میرفتیم پشت یه دیواری فالگوش وای میسادیم، هر کی هر چی میگفت به نفع نیتمون تفسیر میکردیم، چه بسا که به حاجتمون هم میرسیدیم. خدایی یعنی امسال دیگه شوهر خوب گیرم میاد. من فکرم همین امسال بگیرم، بالاخره نیازه دیگه، ولی خب باید بگردم حسابی پیدا کنم. مثلا قیافش برام خیلی مهمه، سریع بوشه، تندوتیز بوشه، جمع جور ریزه میزه، بالاخره بحث یه عمر دیگه. پولم به وانتش میرسه، فعلا پراید گرونه. تو دیگه تهش توی مهمونی داشتیم غیر میدادیم که آخرش هم یا با دعوا تموم میشد یا با من دیگه اون آدم ساده پارسال نیستم، من رفتم تحقیقات کردم، متوجه شدم که این رسم و رسوم و قرتی بازی و بچه بازی و مال قدیم بود، الان دیگه دوره با دستیه. واسه همین من با یه پرسجو تو بچه ها و یه سرچ تو گوگل به نتایج جالبی رسیدم، متوجه شدم که اگه یه کمی از با یه کمی از مخلوط بکنم، یه کمی از بریزم توش، میتونم یه جک جمع و جور دستی درست بکنم که تا 100 کیلومتری جنبنده یا میذاره. فقط یه نکته، شما برای چی داری اطلاعات مفیدی که من میدم و سانسور میکنی؟ مفید؟ بله، اینجا هم سانسور. ببین من اینجور نمیتونم کار، من گفته بودم اگه بخوانی سانسور نمیم. حالا من که خودم با این وضعیتی که پیش اومده نتونستم برم تو فضیلت چهارشنبه سوری دخیل بشم، اما بچه ها لحظه عملیات برام کلی ویدیو فرستادن. آقا چیده ویدیو همو بذار ولش مفروغم حرارتش کمه.